بله بیننده های عزیز، در این لحظات برنامه هم مهمان خیلی عزیز و گرامی روی خط اسکای با ما وصل شدن، آقای مجتبی دقت، استاد و جوان فعال که در مورد جنگ و صلح در دوران مقاومت و به ویژه در دوران شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور صحبت های زیبایشان را با ما و شما شریک می سازند. بله. آقای دقت سلام، وقتتان بخیر، بسیار خوش آمدین به صبح ها زندگی. سلام به شما برس آقای مجتبی دقت و خدا کنه صدای ما را داشته باشین تا که ما بتانیم صحبت ارزشمند شما را در رابطه به دوران مقاومت شهید احمد شاه مسعود داشته باشیم. صدای ما را دارین؟ بله، من صدای شما را دارم. صدای ما را دارین؟ بله بله صدای شما را داریم استاد محترم مهربانی. تشکر. به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز برنامه صبح زندگی. اطاف دعا داریم بر روی شهدای جهاد، شهدای دوره مقاومت و شهدای راه آزادی وطن. بسیار تشکر. سلامت باشین. ما هم خوشحال هستیم از حضور شما در برنامه صبح و زندگی. ابتدا میخواییم از شما بشنویم که دیدگاه عامر صاحب در مورد صلح و ای که صلح را اونا چه تعریف میکردن بر ما معلومات بتین، واقعا خوشحال میشه. تشکر. دیدگاه احمد شاه مسعود در مورد صلح بسیار واضح و روشن بود. همواره میگفت که ما به خاطر صلح و تامین صلح در کشورم مبارزه میکنم. هیچ گاهی نمیخوام هیچ از اجنبی در کشورم در امور سیاسی، در امور اقتصادی و کلان دخالت داشته باشه. و صلحی را که قهرمان ملی تعریف میکرد در پرتو یک قانون اساسی، حقوق شهروندی، آزادی بیان، دموکراسی، حق تحصیل، حق کار و تمام اتباعی افغانستان و کشور به نام جمهوری اسلامی افغانستان که سرنوشت جلس مردم باشه، صلح را در پرتو عدالت اجتماعی تعریف میکرد احمد شاه مسعود. بسیار خوب آقای دقت، در ادامه میخوایم در رابطه با بعضی از مواردی که شهید احمد شاه مسعود هم متمایز ساخته بود با دیگران و تفاوت‌های در کارش بود همراه ما صحبت‌هایتان را شریک بسازیم که واقعا اونا چه خلاقیت‌ها و چه کارهای بسا بلندی را در جریان جنگ و صلح و مقاومتشان انجام میدادند. آقای احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور، یک فرد منحصر به فرد بود، یک شخص اسطوره‌ای بود، همواره تلاش میکرد که نسبت به دیگران بسیار متفاوت بود، برای افغانستان میاندیشید، برای آینده مردم افغانستان برنامه داشت و فکر میکرد که چطور بتونن با امکانات کم برای مردم افغانستان صلح را بیاره و بتونه برای بازسازی افغانستان کار را انجام بده. و فرد استثنایی ترین گپ احمد شاه مسعود بود که همیشه به ملت تکیه میکرد. فکر احمد شاه مسعود بود که تمام نظام، رأس قدرت سیاسی باید نظام از طریق رأی مردم تعیین شود و مردم خودش بتونه به سرنوشت خود حاکم شود. تمام هدف احمد شاه مسعود گره خورده بود، وابستگی داشت با آرای مردم و فکر مردم تا بتونه خود مردم اراده سیاسی خود را از طریق دموکراسی تمثیل کنند. بسیار عالی. حالا میخواییم در رابطه به این صحبت بکنین که قهرمان ملی کشور در زمان مقاومت بیشتر از کدام تاکتیک های جنگی استفاده میکردند؟ خب من میخوایم سخن خود احمد شاه مسعود خدمت شما قرائت کنم. وقتی در کنفرانس پاریس رفتن در سال 2001 خودشان گفتن که ما هرگز عاشق جنگ نیستیم. خودشان میگفت که 14 سال جنگ، ما خسته شدیم از جنگ، ما میخوایم بریم، ما تشنه صلح هستیم، ولی جنگ تحمیل شده. دلیلی که احمد شاه مسعود داشت برای جنگ این بود که ما نمیخوایم هیچ کشور خارجی، هیچ متجاوزی در افغانستان بیاید تجاوز بکنه و بتونه قدرت سیاسی مردم افغانستان را در انحصار خود بگیره، افغانستان را مستعمره بسازه. تکتیک جنگی مسعود این بود که دشمن آسیب ببینه، ماهیتش شکستانده شود، چهره اصلیش برای مردم نمایان داده شود و تکتیکش این بود که برای مردم آسیب نرسه. دلیلی که از کابل عقب نشینی کرد رفت به جبهه پنجشیر همین بود که نمیخواست که باز و نمو حالت بد سر مردم کابل بیاید، خواست که چهره اصلی طالب متجاوز برای مردم نمایان شود تا مردم خودشان پی ببرند که طالب یعنی کی. دقیقا آقای دقت، واقعا صحبت خیلی خوبی را اشاره کردین در رابطه با قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود. چی فکر میکنین؟ چقدر رویاهای شهید احمد شاه مسعود به حقیقت و به همون چیزی که میخواست تبدیل شده و امروز چقدر ما واقعا تانستیم به عنوان نسل نو راههای شهید احمد شاه مسعود را پیشه زندگی خود قرار دهیم؟ تشکر. ما میخوایم کوتاه فعلا ما در آستانه مذاکرات صلح هستیم. یک مسئله صلح از قهرمان ملی با طالبان یادآوری میکنم، مطمئن سر پرسش شما. قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود به خواست سازمان ملل متحد در سال 1997 لبیک گفت
در پاکستان در اسلام آباد یک نشست صلح بود که طالبان خواستن یک عهد شکنی کردن، نشست صلح در مسکن در سویس بود و رهبری ملا وکیل احمد متوکل وزیر خارجه رژیم طالبان اون نشست هم به توافق نرسید. نشست صلح بین مسعود و نیروهایش در سال 1998 در ترکمنستان با واسطه سازمان ملل سر یک حکومت مشترک صورت گرفت که بازم طالبان نخواستن که دوباره جنگ شدت دادن، نخواستن صلح تامین شود که نداره ما با جنگ بود. خواست احمد شاه مسعود چی بود برای که ما سرنخ راه خود قرار بدیم جوانان از او استفاده بکنن؟ نظام سیاسی موجود مبتنی بر خواست، فکر و اندیشه شهید احمد شاه مسعود بنا شده. احمد شاه مسعود به این فکر بود که نظام دوامنده در افغانستان حاکم شود که مبتنی بر آرای مردم باشد، مردم خودش برسانه خود کاندید کنه، خودش بتونه انتخاب کنه و بتونه سرنوشت سیاسی خود را به دست بگیره. امروز لله الحمد با توجه به بعض مشکلاتی که ما در حکومت داریم یا در سی حکومت داریم در 20 سال پسین، ما تونستیم خواست احمد شاه مسعود بزرگ را به کرسی بشانیم. ما انتخابات ریاست جمهوری برگزار کردیم، انتخابات پارلمانی برگزار کردیم، انتخابات شورای ولایتی برگزار کردیم. با وجودی که مشکلات وجود داره، اما ما داریم نماینده پارلمان داریم، نماینده شورای ولایتی داریم، انقریب شاید سالانه نماینده شورای ولسوالی هم داشته باشیم، رئیس جمهور منتخب داریم، آزادی بیان داریم، حق زن است، حق تحصیل است، حق کار کردن به زن است، حقوق بشر است، آزادی بیان است، آزادی فکر است، هر کس میتونه آزادانه اندیشه خود را بیان کنه، فعالیت احزاب سیاسی وجود داره. این از برکت نعمات و زحمات اندیشه شهید احمد شاه مسعود بود که لله الحمد ما امروز تا حال داریم و ما میخواهیم در مذاکرات که حالا صورت میگیره این حفظ شود. بریم به همدیگه روشن‌تر. بسیار عالی. حالا میخواییم که در مورد از این صحبت بکنین که دیدگاه قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود در مورد نقش زنان و خانم ها در حکومت چه بود؟ وقتی شهید احمد شاه مسعود در کنفرانس پاریس ازش سوال شد که نظرتان در رابطه به حق تحصیل زن، اشراک زن در حکومت چیست، او پاسخ داد که زن و مرد خداوند مساویانه خلق کرده، دارای حقوق مساوی هستند و حقوق بشر معتقد بود و حق زن معتقد بود. حق زن میتونه کار کنه، زن میتونه تحصیل کنه، زن میتونه خودش منتخب کنه، زن میتونه رای بده، حق انتخاب داشته باشه، حق انتخاب کردن داشته باشه و میتونه در محیط آرام بره به طرف تحصیل. این خواست احمد شاه مسعود بود که در بان تدوین شد، در قانون اساسی تسجیل شد و ما لله الحمد از او اندیشه امروز استفاده میکنیم. لله الحمد بالای 1 میلیون خانم را ما تحصیل کرده در جامعه، در پارلمان، در وزارتخانه، در سفارتخانه و لله الحمد ما نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد خانم داریم، در سفارتهای افغانستان در کشورهای بزرگ دنیا را از خانم ها داریم. این از نعمات و برداشت اینه که شهید احمد شاه مسعود بود و باور احمد شاه مسعود این بود که ما نمیتونیم یک اسلام افراطی را برای مردم معرفی کنیم، چون اساس اسلام با افراطیت مسلط در تضاد است. ما میتونیم در قرائت اسلام معتدل هم با خود زندگی کنیم، هم با دنیا زندگی کنیم و بتوانیم که تمام انسان ها چه زن چه مرد حقوق مساویانه داشته باشند و مطابق رویه خود در افغانستان زندگی کنند. بله دقیقاً. آقای دقت، در آن زمان گفته میشه شهید احمد شاه مسعود بیشتر مشکلاتی که در افغانستان هست سر میگفت که مثلا در داخل خود کشور نیست و بیرون از کشور است و خیلی از پیام ها و هشدار ها را به دنیای غرب، به آمریکایی ها، حتی با کسایی که میتونستن به افغانستان کمک کنن شریک ساخته بود. اما چرا در آن زمان به گفته های شهید احمد شاه مسعود توجه نکردن و پیاده و یا عملی را در این راستا نداشتن؟ تشکر نادری سر. شما اگر نقشه افغانستان مورد مطالعه قرار بدین، افغانستان، موقعیت افغانستان، ما برای دنیا مهم نیستیم، مردم ما، موقعیت ما مهم است. موقعیت ما زهر جان ما شده متاسفانه در طول تاریخ. موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئواقتصادی که افغانستان داره، آسیا را با جنوب آسیا را با شمال آسیا وصل ساخته. ما امروز در محاصره اتمی کشورهای قدرت‌های دنیا در اطراف افغانستان هستیم. این تمام کشورها را علاقمند می‌سازند که بتوانند به افغانستان لشکرکشی بکنند. میایم به سر مسئله احمد شاه مسعود، مسئله جهاد. بدون شک کمک‌های سخاوتمندانه از غرب صورت گرفت در دوران جهاد. وقتی که مجاهدین بیروز شدند، آمدند روایت را در افغانستان نشر کردند، متاسفانه جامعه جهانی اینا را فراموش کردند، به اینا پشت زدند. با وجود از این، ملت افغانستان در تمام اقشار مقاومت کرد، استادگی کرد، برای زندگی خود نمایش داد که ما یک ملت صلح‌خواه هستیم، میتونیم زندگی کنیم، میتونیم حاکمیت داشته باشیم. اما متاسفانه جامعه جهانی در شرایط دنبال اهداف خود بودند، دنبال اهداف شخصی خود بودند، تا اینکه خطر احساس کردند، دیدند که در نایروبی سفارت آمریکا را زدند القاعده و گروه توریستی در گابو احمد شاه مسعود بازم قبول مبلغ قبولش قرار دادن. اونا میخواستن لشکرکشی کنن. خواست احمد شاه مسعود بود که ما با لشکرکشی ضرورت نداریم، ما وجود داریم، ارتش داریم، شما ما کمک کنید تا اون طرف خود خاطر من نه یک کشورهای دیگر اسلامی در دنیا زندگی بکنیم.
اما تا زمانی که زخم بزرگ ندیدن اونا درد احساس نکردن تا اینکه عملیات یزدی سپتامبر شد دو روز بعد از شهادت قهرمانی ملی کشور شهید احمد شاه مسعود باز اونا عمق مسئله را درک کردن و فکر احمد شاه مسعود پی بردن که گفته بود که خطر طالبان القاعده تروریسم کمتر از خطر کمونیسم نیست بر جهان باید که جدی گرفته شود و در برابر این افراطیت مسلح اقدام صورت بگیرد که مرکز افراطیت و شهادت پاکستان و کشور عربستان سعودی است. بسیار خوب آقای دقت، در زمانی که قهرمان ملی کشور ما شهید احمد شاه مسعود مبارزات بسیار زیاد را انجام دادند و بالاخره هم قشون سرخ شوروی را شکست دادند، افتخارات زیاد نصیب مردم افغانستان شد، ولی یک تعداد مردم هم به این باور هستند و میگن که آیا راه حل دیگر هم وجود داشت جز اینکه جهاد صورت نگیره و نسبتا از راه صلح‌آمیزتر اونا استفاده میکردند و به مبارزه خود میپرداختند یا خیر؟ یک نویسنده خارجی است مایکل بیری باور داشت در کتاب نشته کرده این حرف من نیست، حرف اونا هستن، میخوایم رابطه با صداقت احمد شاه مسعود خدمت شما بیان کنم که اگر تجاوز خارجی در افغانستان صورت نمیگرفت و قشون سرخ نمیامد افغانستان اشغال نمیکرد باور داشته باشین احمد شاه مسعود دست به تفنگ نمیبرد. درست احمد شاه مسعود عاشق جنگ نبود، جنگ بر ما مردم تحمیل شده، قشون سرخ آمد، رئیس جمهور ما را به شهادت رساندن، تمام خانوادهشان را نیست نابود کردن، اینجا حاکمیت ملی مردم افغانستان از بین بردن، حق آزادی نداشت مردم افغانستان، رادیو گوش کردن نمیتونست، تلویزیون گوش کردن نمیتونست، 12,000 13,000 انسان در یک روز درست سرنگون میشدن، تروریست میشدن، این جنگ تحمیل شد برای ملت ما، ما مجبور هستیم به خاطر دفاع از آزادی، از دین، از وطن، از ناموس خود در برابر هر متجاوز استاد شویم. و تفاوت حضور قشون شاه شوروی متجاوز با حضور ناتو که امروز است در این است که اونا بدون اجازه در خاک افغانستان لشکر کشی کردن و این در شرایط امروز که ناتو آمده یک بستر عراسفگنی در افغانستان میکرد و مردم افغانستان تصمیم گرفتن در بان که ناتو بیاید و این محور شرایطی که میخواید ما را نابود کنه از داخل تکه پارچه کنه این را از بین ببره که بازی به درخواست سازمان ملل متحد کشورهای منطقه آمد. این آمدن ناتو و امریکا با او آمدنی که شوروی آمده بود تفاوت داره و دیگه ای که راه وجود نداشت جز اینکه بجنگی در برابر خشون سرخ شوروی. شما شاهد هستید در خاد و زمان چی کارهای وحشیانه، چی کارهایی که خلاف انسانیت بود صورت نمیگرفت. اگر در آن زمان چنین جهادی در مقابل قشون سرخ شوروی صورت نمی گرفت، فکر میکردین امروز وضعیت افغانستان در چگونه وضعیت قرار می داشت؟ خب اگر اون زمان در برابر قشون سرخ شوروی قرار نمی گرفت، اون همون وضعیت وحشت و ذلت و استبداد ادامه پیدا می کرد و اینا می رفتن به طرف آبهای گرم. این افغانستان بود که نگذار شوروی را به او خوابها و آرمانهایش برسه، خودش داد، شکستش داد و دیوال برلین شکست، 28 کشور اروپایی و آسیایی از استعمار روس از بین رفت، شوروی منحصر شد به روسیه فدراسیون روسی و کشورها آزادی خواهان گرفتن. این پیکار، این زحمات مردم افغانستان باعث شد که دنیا در یک نفس آرام قرار بگیره. اما متاسفانه خود ما از طرف جنوب، از طرف پاکستان به حمایت سعودی و کشورهای همسویشان مورد ظلم و وحشت طالبانی قرار گرفتیم که تا امروز هم نه در پاکستان نداریم و این جنگ، این فکر، این ذهنیت نادرست از بیرون از کشور بر ما آمده نه از داخل افغانستان. بسیار خوب آقای دقت، حالا میخواییم که دیدگاه شما را داشته باشیم در رابطه با جوانان امروزی که تا چه اندازه راه قهرمان ملی کشور را در پیش گرفتن و گفته های اونا را جنبی عملی ببخشند. احمد شاه مسعود پس از اینکه جهاد افغانستان پیروز شد و در مقاومت شکل گرفت و در کنفرانس پاریس پیامش برای جوانی بود که وطن آزاد میشه، وطن میره به طرف بهبود، داره بازسازی، بهترین کار برای جوان درس خواندن است، برای وطن خود بازسازی کنه و بتونه از وطن خود دفاع کنه. و امروز ما جوانایی را میبینیم که متاسفانه با بیرق کردن، با بند کردن بیرق ها و بند کردن موترها اصلا با فکر احمد شاه مسعود در تضاد است. اونها نه تنهایی که مسعود را نمیشناسند، فکر دفعه هم شد درک نکردن، میخوان از اون جایگاه، از اون روز سوء استفاده کنند. مطلق با فکر احمد شاه مسعود، با دید احمد شاه مسعود مطلق در تضاد است و این کارشان نه تنها که روح شهدا را خطردار میکنه، به خودشان آسیب میرسه، وقت گرانبهاشان ضایع میشه، اونا از درس نمیمونن، از تعلیم نمیمونن. متاسفانه مورد سوء استفاده که دیروز مورد خشونت قرار گرفت، اینا هم مورد سوء استفاده گروه های عراق افغان قرار میگیرن.
دقیقاً. زنده و سلامت باشین استاد محترم مجتبی دقت از اینکه وقتتان امروز صرف برنامه صبح زندگی کردین. لحظات خوب و خوش برتان میخواییم. وقتتان خوش. خدا نگهدار. تشکر از شما و برنامه زیباییتان. سلامت باشین. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر میخواین برنامه قبلی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. اگر میخواین برنامه بعدی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. و اگر میخواین به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید پس اینجا را کلیک نمایید.